انتخابات ریاست جمهوری آمریکا یکی از پرمخاطب ترین خبرهای جهان در سراسر در واقع کشورها تلقی میشه، به این دلیل که دنبال میکنن ببینن که نامزدها چه نظری دارن. چرا انتخابات آمریکا برای شما اهمیت داره؟ بیاین روی خط و نظرات خودتون رو با ما در میون بذارین با شماره تلفن 202-260-7110. میتونید تلفن هاتون رو از طریق چت زنده فیسبوک روی خط یا از طریق ایمیل برای ما ارسال کنین تا همکارانم با شما تماس بگیرن. همینطور میتونین از طریق اسکایپ صوتی، تصویری و نوشتاری با برنامه روی خط همراه باشین. فیسبوک، اینستاگرام، توییتر و کانال تلگرام روی خط رو فراموش نکنین. من روزیتا ایران دوست در یک ساعت پیش رو با شما همراه هستم با برنامه روی خط از بخش فارسی صدای آمریکا. سلام، مسعود سفیری هستم با برنامه روی خط بخش فارسی صدای آمریکا در مورد اهمیت انتخابات آمریکا در جهان. انتخاباتی که هر 4 سال یک بار برگزار میشه، در برخی مواقع وقتی که مثل امسال فضا خیلی دو قطبی میشه خیلی اهمیت پیدا میکنه، دست کم چند ماه در صدر خبرها قرار میگیره. نظرسنجی‌های مختلفی در موردش انجام میشه، افراد بسیاری میان در موردش اظهار نظر میکنن، اظهار نظرهایی که آکادمیکه به دلیل اینکه دموکراسی در واقع الگوی دموکراسی تلقی میشه. مثل برخی از کشورهای دیگه اگر اتفاق خاصی بیفته، شما چرا این اخبار رو دنبال میکنید؟ اگر خارج از آمریکا هستید، اگر داخل آمریکا هستین چه انتظاری دارید؟ و یا اگر که خارج از آمریکا هستین، ایرانی هستین، هر جای دنیا که هستین، چه انتظاراتی از ایرانیان مقیم آمریکا دارین به عنوان اقلیت بزرگی که در این کشور زندگی میکنن؟ آیا انتظار دارین که در این دموکراسی، در این فرایند مشارکت داشته باشن؟ در کدام سو قرار بگیرن؟ با پرسش هایی از این دست از طریق راه های ارتباطی در ساعت پیش رو بیاین روی خط و دیدگاهاتون رو با ما در میون بذارین. اول اجازه بدین گزارش رو که همکارم شپول عباسی از ایالت کالیفرنیا، که همونجور که میدونین یکی از مهمترین مراکز کلونی ایرانی ها هستش، با برخی از ایرانی ها مصاحبه کرده، این گزارش رو با هم ببینیم بعد برمیگردیم به دیدگاه های شما در فرصت پیش رو. در ساعت‌های باقی مانده به انتخابات سرنوشت‌ساز آمریکا، در ادامه سفر به ایالت کالیفرنیا به لس آنجلس آمدیم تا نظر برخی از ایرانیان تهرانجلس رو هم جویا بشیم. من هیچ کدومش انتخاب نمی‌کنم. دموکرات‌ها بیان بهتر برای ما خواهد بود، برای همین من از اون طریق رأی خواهم داد. 100% هیلاری کلینتون. همش برای کارهای خودشونن، برای مردم کاری نمی‌کنن. بعضی‌ها مثلا میشینی میگن که به کی می‌خوای رأی بدی؟ میگم که اوکی به ترامپ. وات؟ نازی 40 سال آمریکا هیچ وقت رأی ندادم چون به سیستمشون عقیده ندارم. رو هیچ کدومشون شناخت ندارم که بخوام اظهار نظری کنه. خب شما به کدوم اینا میتونین اطمینان کنین؟ اینا میگن، اون میگه پرونده 10 سال پیش این آقا اینجوری گفته، نوارش هم اینه. خب تو این 10 ساله اگه شما نظرتون خیر بوده نوار کجا بود؟ چیزی فرق نکرده تا حالا، 3 تا پرزیدنت نام عوض شده، بعد کلینتون من چیزی ندیدم عوض بشه. من گوهری هستم، دارم به هیلری کلینتون رای میدم، برای اینکه زیاد از ترامپ خوشم نمیاد. بله، اسم من هوشنگ هستش، من به آقای ترامپ رای دادم. و آقای ترامپ بهتون بگم پالیتیشن نیست و حرفایی هم که تا حالا زده خیلی رو اسم خودشو بدنام کرده. خانم هیلری کلینتون من مقداری باش موافق هستم، با خاطر اینکه همین رای رو که ادامه دادن الان 8 ساله که به قول معروف سازندگی شده و مملکت از یه اکانومی خیلی بد و سچوری خیلی بد کشته شده بیرون. ما هیچ کدوم مورد تاییدمون نیست، ولی خب بین این دو نفر طبیعتا باید یک نفر انتخاب بکنیم و توقعی که ما داریم برخوردی داشته باشن با جامعه ما، با ملت ما و با مردم ما و اون چیزی رو که نیاز ما هست، چه در امریکا چه در ایران، برآورده بکنن و هیچ برخورد خاصی باش نباشه. ترامپ به خصوص راجع به ایران صحبت میکنه، به نظر من خیلی حرفای خطرناک میزنه و ایرانیایی که برای دلایل
مختلف طرفداریش میکنن من اصلا نمیفهمم. من امیدوارم که هر کسی که رئیس جمهور اینجا میشه به هر حال به مردم عادی کمک بکنه و به اصطلاح تمام جنگ و جدال و اینا رو برداره و همه رو یکسان در نظر بگیره. همین سوال رو در فضای مجازی هم به اشتراک گذاشتیم. در طول برنامه حتما نظرات رو برای شما منعکس میکنم. اگر تمایل دارین امشب در برنامه روی خط شرکت کنین، پیامگیر رو فراموش نکنین. شماره پیامگیر روی خط هست 202-382-7205. همکارانم منتظر نظرات شما هستن. به نظر شما چرا انتخابات آمریکا اهمیت داره؟ مسئول. سامان از عراق با اسکایپ روی خطین، بفرمایید. سامان از عراق. سلام آقای سفیری. سلام بر شما. من فکر میکنم بسیار اهمیت داره. اهمیتش هم شد متاسفانه. امیدوارم که در فرصت باقی مونده اگر فرصتی بود بیاین روی خط. فرهاد از آمریکا روی خطین، بفرمایید. فرهاد بفرمایید. هموطنان، من فکر میکنم این خودش نشون دهنده اوج دموکراسیه. یک کسی مثل ترامپ که اصلا توی سیاست نبوده میتونه بیاد و حتی میتونه رئیس جمهور آمریکا بشه، ولی من عقیده دارم که یه حداقل هایی رو باید از قبل رعایت کنن. ایشون نشون داده که تمایلات فاشیستی داره، یعنی هم بر علیه اقلیت مذهبی که مسلمان ها باشن و هم بر علیه اقلیت نژادی مثل اسپانیش ها که تمام زحمات این مملکت رو میکشن حتی. یه همچین کسی شایسته نمیتونه باشه. همش در مورد بیزنس و موفق بودن در تجارت صحبت میکنه، ولی 4 بار اعلام ورشکستگی کرده و پول خیلی مردم رو نداده یا کسای دیگر رو رفته. من به خانم کلینتون هم زیاد عقیده ندارم، ولی چون تو کالیفرنیا هستم و خود به خود کالیفرنیا همیشه برای دموکرات ها هستش، رأی من چندان تأثیری نداره. اگر میداش حتما به خانم کلینتون رأی میدادم. ممنونم فرزاد از این جمعه روی خط. فرزاد از ایران با اسکایپ روی خطین، بفرمایید. فرزاد از ایران با اسکایپ. ارتباطمون برقرار نیست. امیر از تهران با اسکایپ روی خطین. امیر بفرمایید. بله، پرسش کلیدی که در واقع اینجا وجود داره این هستش که چرا این انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، به تعبیر انتخابات عمومی در آمریکا بفرمایید. سلام آقای سفیری. سلام بر شما. ببخشید من نمیدونم شما کی هستین. امیری؟ فرزاد. آقای فرزاد بفرمایید. انتخابات آمریکا از یه جهت واسه حداقل من یا کسی که مهمه اینه که اون بهشتی که توی دنیا رسانه از آمریکا از خودش وانمود میکرد، واقعیتش توی این مناظرات مثل همین افشاگریایی که دو تا کاندیدای افشاگری جنسی از هم کردن برای مردم دنیا مشخص میشه خیلی چیزا رو وانمود میکردن. واقعا این افشاگری جنسی به نظر شما برای آبروریزی آمریکا بس نیست؟ اگر اینا در یک کشور دیگه اتفاق میافت، همین رسانه شما چقدر همین رو بولد میکردین؟ چرا الان سکوت شده وقتی میگه رئیس جمهوری که ببخشید شما اون وقت اینا این خبرها رو از کجا میشنوین؟ از اونجا که شما دارید خود نمیشنوی. نه نه نه، ببینید، اجازه بدین. نکته بسیار مهمی که وجود داره این هستش که این دموکراسی اینجا وجود داره که اگر به تعبیر شما این آبروریزی هست، اینا بیان میشه برای افکار عمومی. باید با دستان تمیز رأی بدین، افکار عمومی قضاوت بکنن. اجازه بدین، پشت عناوین کسی حق نداره اینجا خودش رو پنهان بکنه، برای خودش عناوین مقدس بسازه، ولی بعدها معلوم بشه که پرونده داره. آقای سفیری، این یعنی ببین، این یعنی دموکراسی. اینو اجازه بدین، اینو که خبرگزاری‌های داخلی ایران که کشف نکردن که این مناظره ها رو به این دلیل تشخیص میدن، این سوال ها رو به این دلیل، این مصاحبه ها به این دلیل انجام میشه که مردم با چشمان باز انتخاب بکنن، نه اینکه نهادی وجود داشته باشه که یه عده رو دستشیم بکنه بگه فقط به اینا رأی بدین. آقای سفیری اجازه بدین من 30 ثانیه جواب شما رو بدم. بفرمایید. اولا که من خوشحال شدم تعریف دموکراسی رو از زبان شما شنیدم، یعنی که تجاوز کنید بعد ببینید. نه خیر، نشد. ببینید نشد دیگه، نشد.
شما دارین خارج از موضوع حرف میزنید، بنابراین ما با شما خداحافظی میکنیم. بیننده برنامه روی خط بخش فارسی صدای آمریکا هستین در مورد اهمیت انتخابات آمریکا برای افکار عمومی در جهان. پوشش مستقیم انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده از صدای آمریکا، عصر سه‌شنبه 8 نوامبر به وقت واشنگتن، بامداد چهارشنبه 19 آبان ماه به وقت تهران. کاربران اینستاگرام نوشته انتخابات آمریکا به دلیل سیاست‌هایی که رئیس جمهور منتخب مردم آمریکا ممکنه در مورد کشور ایران اتخاذ کنه برای من از اهمیت بالایی برخورداره. امید میگه به دلیل اینکه اقتصاد دنیا گره خورده به آمریکا و گرایش آمریکا نسبت به بهبود روابط با ایران از طریق ریاست جمهوری جدید واقعا برای ما اهمیت داره، به همین دلیل هستش که خبرها رو دنبال می‌کنیم. یکی دیگه از سوال‌هایی رو که در فیسبوک مطرح کرده بودیم درباره ایرانی‌های آمریکایی هستش که چقدر اهمیت داره نقش این افراد در انتخابات و همینطور اقلیت‌ها. مرتاد میگه باید قبول کرد رئیس جمهور آمریکا که مجری سیاست‌های حکومت این کشوره نقش ارزنده‌ای رو میتونه در رخدادهای سیاسی در دنیا داشته باشه. طبیعتاً افراد ایرانی مقیم آمریکا که اون کشور رو به عنوان وطن دوم برگزیدن بایستی در رأی‌گیری شرکت کنن، چرا که در سرنوشت اونها چون دیگر افراد آمریکایی تأثیر بسزایی داره. ما هم مانند هموطنان مقیم آمریکا منتظر شروع انتخابات هستیم، چون به هر طریق رئیس جمهور آینده آمریکا و سیاست‌هایی رو که سیاست‌های خارجی اون میتونه تأثیر خیلی زیادی در کشور داشته باشه. منتظر شنیدن نظرات شما هستیم. پیامگیر رو فراموش نکنین. 202-382-7205 منتظر پیام‌های شما هستیم. ادموند از استرالیا با اسکایپ روی خطیم. بفرمایید. ادموند از استرالیا. دلم درود بر شما. درود بر شما. آقای سفیری، من میخواستم بگم این بحثایی که در مورد انتخابات آمریکا هست بحثای مهمیه برای جهان و اصلا کلند شبکه شما هم خب تو این قضیه خیلی خوب عمل کرده، اما در مورد این قضیه تجاوزهای فلاحتی به سطح آقای اجازه بدین آقای ادموند صدای منو میشنوین؟ یک خبرگزاری وابسته به سپاه در مورد یک پرونده سابقه یکی از همکاران ما، پرونده‌ای که در دادگاه‌های قضایی آمریکا مخدومه اعلام شده، دستکاری کرده و اینو پخش کرده. به این دلیل تاکید می‌کنم، به این دلیل که همون مجری آیه فلاحتی در برنامه خودشون پرونده‌هایی رو افشا کردن، به ویژه پرونده‌های فساد اخلاقی یک قاری قرآن رو، و جمهوری اسلامی هنوز نمیتونه از این بحران بیرون بیاد. بنابراین خواهش میکنم وقت برنامه روی خط و سایر برنامه ها رو دیگر رو نگیرین. اگر که در این مورد بخواین در چارچوب اخلاق خارج بشین، ما ناگزیریم شما رو قطع بکنیم. من فقط این توضیح رو دادم به همه بینندگان روی خط با احترامی که براشون قائلم که بیشتر از این ما نمیتونیم توضیح بدیم، چون توضیحی وجود نداره. اون خبرگزاری که این کاری کرده که حتی من اسمش رو هم نمیبرم، عملکردش مشخصه. اجازه بدین که اون دفاع بکنه. از اون خبرگزاری خواهش بکنین که از بحران‌های اخلاقی در ایران دفاع نکنه. من دیگه نمیدونم چی باید بگم. آرمان از بندرعباس با اسکایپ روی خطین. بفرمایید. آرمان از بندرعباس. سلام و عرض ادب دارم جناب آقای سفیری. سلام بر شما. وقت شما بخیر باشه. وقت بخیر. جناب آقای سفیری، بعضی از این بیننده‌ها تماس میگیرن، اینها چشم ندارن دموکراسی رو ببینن، اینها چشم ندارن که آزادی رو ببینن، و
و اون چه که واقعا مردم که اون کشوری که شما درش هستید واقعا آزادی دارن، دموکراسی دارن و ما اهمیت بالایی برای اون کشور و ادب خاصی نسبت به اون کشور داریم و اون کشوری که وقتی کاندیداها مناظره میکنن به راحتی با آزادی بیان میتونن حرفای خودشون رو بزنن، ما چه لزومی داره بیایم بکوبیم؟ ولی چرا بعضی‌ها میان اینطوری صحبت میکنن؟ من دوست دارم آقا فرزاد بود، امیر آخرم نفهمیدم اسمش چی بود، اون طرفی که زنگ زد، به اون خطاب بکنم که چه لزومی داره؟ باید تأکید میکنم. با توجه به تبلیغات گسترده‌ای که در روزهای اخیر بر علیه صدای آمریکا به دلیل افشاگری در پرونده اون قاری قرآن، بازم من اسم نمیبرم در این برنامه ازش، ببینید ما تا اینجا رعایت میکنیم، اتفاق افتاده، لطفاً اگر که میخواین در اون زمینه حتی اظهار نظر به نفع صدای آمریکا هم انجام بدین، ما ناگزیریم صدای شما رو قطع کنیم، حتی اگر به نفعش هم باشه، چه برسه به این که بخواین که در اصل ماجرا تشکیک بکنی و از چارچوب اخلاق خارج بشین، بدلیل اینکه وقت سایر بینندگان رو میگیری، یعنی همین زمانی هم که من دارم توضیح میدم وقت بینندگان دیگر رو میگیریم. روزی دارم سپر از کاربران توییتر برنامه روی خط میگه بالاخره یک رای هم ممکنه اثر داشته باشه اگر تقلبی در شمارش نشه. کاربر دیگه هم به نام مصطفی میگه این یک واقعیت که آینده ما مربوط به آمریکا میشه و اهمیت انتخابات آمریکا به این دلیل هستش و اشاره کرده به سیاست خارجی. یحیی میگه خارج از تعصب، چون آمریکا قدرت اول دنیاست و تصمیماتش در کل دنیا تأثیرگذاره. سعید درباره شرکت اقلیت‌ها در انتخابات میگه هر قومیتی که تعدادشون بیشتر باشه قطعا تأثیرگذارتر هستن، ولی به نظر من باید دنیا رو مثل یک مجموعه واحدی در نظر بگیریم که باید به سمت افق‌های روشن حرکت بکنه. حال خیلی از افراد ممکنه آگاهی‌های ارزشمندی داشته باشن که خیلی از این افراد هم مثل سیاستمداران از اطلاعات اینها استفاده کنند و دونستن اونها میتونه در تصمیم‌گیری‌های صحیح سیاستمداران بسیار مفید باشه. لذا با انتقال این آگاهی باید به تصمیم‌گیری‌های صحیح کمک بکنیم. مسعود سالار از ایران با اسکایپ روی خطیم، بفرمایید. الو بفرمایید. سلام، با من هستید؟ من چون روی هولد بودم نشنیدم صداتون. خواهش می‌کنم. سلام می‌کنم خدمت شما و پور محترمتون. عرض کنم که من در وهله اول گفتید چه پیشنهادی به ایرانی‌ها یا مستقر در آمریکا دارید؟ من پیشنهاد می‌کنم که اصلا توی انتخاب شرکت نکنن، چون چه به آقای ترامپ رای بدن چه به خانم کلینتون رای بدن، بالاخره دارن کمک میکنن به سر کار اومدن یک شخصی که اهل جنایت هست، اهل کشتن آدم‌های بیگناه هست، اهل دخالت در هزاران کیلومتر اون طرف‌تر از کشور خودش هست. ببین سالار، اجازه بده اون سه چهارش کلمه اولی که گفتی جرم تلقی میشه ها، میدونی؟ یعنی اگه تو در آمریکا بودی اون کلمات رو به کار می‌بردی جرم تلقی میشه، میتونه اون فرد بر علیه شکایت بکنه. شما میتونید تحلیل بکنید. ببینید شما دو تا نامزد ریاست جمهوری رو متهم کردین به اعمالی، خب شما اون این جرم تلقی، اجازه بدین این جرم تلقی میشه، میتونه در دادگاه براتون شکایت بکنه. فقط جهت اطلاعات میگم چون در ایران هستی، بنابراین ما هم در اون چارچوب برنامه رو اداره میکنیم. شما میگین نمیخواین شرکت کنین، یه سری دلایل دارین، اون دلایلتون رو بدون اینکه اتهام اخلاقی و یا اتهام کیفری بزنید بگید. چشم. اولا که پس این آزادی بیانی که میگن تو آمریکا هست چیه؟ من چنیدون خیلی آزاد بیانه، خیلی آزادی بیانه، اونقدر آزادی بیانی که اصلا تصورشو نمی کنی، همونقدر آزادی بیانی که الان ما یه ساعت به تو فرصت دادیم که به مردم رو دعوت کنی در انتخابات شرکت نکنی، بگیم برنامه هم صدا سیما بگیم بذاره، ما بیایم تو اون برنامه بگیم آقا نری شرکت کنی تو این انتخابات، میشه همچی چیزی؟ آیسا به دعوا که نداره ما هم دیگه، من خیلی دوست دارم من دارم والله اگر... منم دعوا ندارم، باور کنید من دارم به تو توضیح میدم که خیلی انقدر آزادیه که باور نمیکنی. بفرمایید. آخه افتادی به دور تقابل میگی صدا و سیما بذارین من، ولی حالا این صدا و سیما رو من جوابش بدم، اگه دوست جوابش بدم، اینی که همچین برنامه اگه صدا و سیما بذاره کار شاقی نیست، یعنی گذاشتن همچین برنامه شکل هم مشابه همچین برنامه شما رو اگه صدا و سیما باید بذاره، میشه برنامه‌ای بذاره در ایران و از آمریکایی‌ها بخواد بیان روی خط و در مورد کشور آمریکا صحبت کنن،
این کار شاقی نیست. یعنی من فکر نمی کنم صدا و سیما مانعی داشته باشه که یه برنامه بذاره و از مردم آمریکا بخواد که بیان روی خط صدا و سیما و در مورد آمریکا و حاکمان آمریکا صحبت کنن. این از این نکته. در مورد آزادی بیان هم نمیرم وارد نمیشم چون خودتون گفتید ازت شکایت میشه به خاطر چهار تا کلمه که مثلا گفتن خانم هیلاری کلینتون سابقه این داره که دستش آغشته است به خون بیگناهان. این که دیگه قابل چیز نیست، قابل تکذیب نیست که. آقای سفیری بالاخره خانم کلینتون سالهای سال تو رأس حکومت آمریکا بوده، اعترافاتی داره این خانم، بالاخره عملکردی داره. اینا که این چرا شکایت کنن از من؟ شکایت نمیکنن. این من گفتید سوال این بود که چه توصیه میکنم، اینه که ایرانیان خارج از کشور خودشونو قاطی نکنن و سهمی نداشته باشن تو این قدرتی که در جای درست خرج نمیشه، در کشته شدن مردم بیگناه خرج میشه. و فهم کنم در کل هم رای گیری در آمریکا رای مردم نتیجه رئیس جمهوری مشخص نمیکنه. این رای گیری الکترالی که هست خیلی حرف توشه که مردم خیلی کاری نیستن، یعنی نتیجه ندارن خیلی نظرشون. اون رای الکترال اونه که مشخص میکنه که چه کسی رئیس جمهور بشه. ممنونم سامان از اینکه اومدین روی خط. آرای الکترال هم یا الکترال ووت هم یک بخشی از فرایند انتخابات در آمریکاست، نقش تعیین کننده داره، اما معنیش نیست که همه چی از پیش تعیین شده. این باوریه که در شرق نسبت اصولا به دموکراسی وجود داره. خانم رومینا اگر اشتباه نکنم از تهران یا ایران روی خط هستین، بفرمایید. وقتتون بخیر. جان سفری من میخوام نیام رو خط، ولی خب دوستان یه کاری میکنم. من ببینید اینقدر دموکراسی هست که من میدونستم میتونم زنگ بزنم و با شما صحبت بکنم. این چه دموکراسی؟ حالا دوستان اگر چرا نمیخوان قبول بکنن دیگه ببینین مشکل از کجاست. دولت مردان ما با دولت مردان اصلا قابل مقایسه نیستن، سفید سیاه. یعنی اینو من فقط یه مورد رو میگم، آنچه که دولت مردان ما که اصلا دستشون که به خون آغشته نیست، فقط میگن خب چقدر مسجد ساختیم، چقدر هم مذهب مذهب. یکی مسئله دوم این که چی رو رواج دادن دولت مردان ما؟ اگه این آقای سالار میگن به خون آغشته است، چی اینجا زیاد شده زن ستیزه؟ یعنی زن در مقابل زن که ما هر روزی که داریم در برخورد میکنیم. و این مسئله بعدی، من از شما خیلی ممنونم، هم از خانم ایران دوست که گذاشتین که ما بتونیم صحبت کنیم تو ایران که اصلا صدای من صدای ما پخش نمیشه. متشکرم، وقتتون بخیر. ممنونم خانم روزیده. بهزاد میگه اهمیت انتخابات در آمریکا به دلیل تأثیر منتخب اون در آینده تک تک ما نیستش، بلکه به دلیل روابط خارجی هستش و سیاست‌های دیگه که باز هم مسائل مختلفی رو عنوان کرده، مثل مسائل خاورمیانه، و معتقده که قطعاً از اهمیت خیلی بالایی برخورداره. یکی دیگر از کاربران به نام فرشاد معتقده که اگر این انتخاب خوابات برخی معتقد هستند که ممکنه تأثیر خیلی زیادی نداشته باشه، در اشتباه هستن به دلیل اینکه این انتخابات اهمیت داره، چون سیاست‌هایی که در پیش گرفته میشه اون هم توسط کاندیداهایی که حالا هر کدوم از این کاندیداها باشن قطعا تأثیرگذاره. خودش طرفدار جمهوری خواهان هست و معتقده که اینها میتونن تغییرات خیلی عمده ای ایجاد بکنن. سامان میگه چون تغییرات دنیا رو به همراه خواهد داشت، از این به این دلیل انتخابات آمریکا از اهمیت خیلی بالایی برخورداره. مسئول. بله. علی از کرج با اسکایپ روی خطین، بفرمایید. علی از کرج با اسکایپ. بله، سلام علی. سلام بر شما. خدمتتون عرض کنم که بفرمایید. علی از ترکیه با اسکایپ روی خطین، بفرمایید. علی بفرمایید روی خطین. علی از ترکیه. با درود به شما و تمام. صدای علی متاسفانه قطع شد. آقای ناصری از هلند روی خطین. آقای ناصری بفرمایید. آقای ناصری از هلند بفرمایید. بله، صداتون پخش میشه. بله، خیلی ممنون. ابتدا اجازه بدین یه نکته کوچیک رو خدمتتون عرض کنم. یکی از بینندگانی که طبق معمول میاد روی خط و اصلا مسئله رو برمیگرده به جهت دیگه، گفتن که بیاد و دست اینها آلوده به خون و از این حرفا.
اینا دستشون به خون کدوم آمریکایی آلوده است؟ شما همین چند وقت پیش بود که برنامه داشتید، آقای منتظری رو نوارش رو پخش کردن که گفته بود آقایون اعدام نکنید بسه، این که دیگه شاخ و دم نداره که. رژیمی که مردمان خودش رو فوج فوج جلوی بساب جلوی جوخهای اعدام گذاشت، دار زد، این هموطنهای خودش رو کشت، مردم رو خودش رو کشت، یعنی منافع ملی خودش رو از بین برد. آقای ناصری اگر اجازه بدیم ما سوال اصلی رو از شما بپرسیم، با توجه به اینکه در خارج از کشور هم زندگی میکنین، واقعا اخبار انتخابات آمریکا رو اگر دنبال میکنین چرا براتون اهمیت داره؟ ببینید شبی نیست که الان در کانال های بساب شبکه های داخلی اینجا ما در مورد انتخابات آمریکا برنامه نداشته باشیم. این از این جهت مهمه که اینها قوی ترین قدرت اقتصادی دنیا هستند. بله. میتونن خیلی چیزها رو اثر بذارن، میتونن خیلی جاها اثرگذار باشن در سیاست های خارجی و همینطور در سیاست های اقتصادی دنیا اثرگذارن. برای همین خیلی مهمه که بدونن کدوم سیاست مدار به روی کار خواهد بود، آیا دموکرات خواهد بود، آیا جمهوری ها. یکی از چیزهایی که همیشه مهمه اینه که ببینیم کی داره میاد و این میتونه حتی در شما نگاه کنید در چند روز اخیر این بورس ها یعنی این سهام بازار ها ببینید چقدر بالا پایین میشه به خاطر حرفایی که مثلا آقای ترامپ میزنه یا حرفایی که خانم کلینتون میزنه. بس معلومه که این اثر گذاره و خیلی مهمه. ولی من امیدوارم که آقای سفیری، با اینکه خودم یه شخص دموکراتی هستم و همیشه به دموکرات ها علاقه داشتم، ولی این بار اعتقادم اینه که امیدوارم که آقای ترامپ بیاد روی کار. چرا؟ به خاطر اینکه اگه در نظام جمهوری ولایت فقیه آقای خامنه‌ای هر روز دشمن میکنه، یه نفرم مثل خودش اینجا پیدا بشه هر روز ایران رو خطر اعلام بکنه، ببینم اون وقت صدای آقای خامنه‌ای از کجا در میاد. ممنونم آقای ناصری از اینکه اومدین روی خط. به پایان بخش اول برنامه رسیدیم و یک پیامی هم از طریق پیامگیر دریافت کردیم، میشنویم بعد برمیگردیم. دلیل اصلی اهمیت انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در ذهن من این است که هرچه تفکر و تجربه در سیاست و فرهنگ انسانی رئیس جمهور بالاتر باشد، بیشتر میتواند مردمی که در کشورهای دیگر تحت ستم قرار دارند را درک و برای آنها راه حل پیدا کنند، مخصوصا انسانهایی که با این حکومت‌ها مقابله فرهنگی و سیاسی می‌کنند. این افراد به پشتیبانی آمریکا و متحدان آمریکا در واقع کشورهای دموکراسی نیاز دارند، به امید روز جهانی دموکراسی. پوشش مستقیم انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده از صدای آمریکا، عصر سه‌شنبه 8 نوامبر به وقت واشنگتن، بامداد چهارشنبه 19 آبان ماه به وقت تهران. سوال کردیم به نظر شما اهمیت این انتخابات در چیه؟ چرا انتخابات آمریکا برای شما مهمه؟ بسیاری از کاربران اشاره مستقیم به کاندیدای مورد نظر خودشون داشتن. من سعی میکنم این نظرات رو زیاد منعکس نکنم، منتظرم که جواب سوالی رو که دادیم از شما بگیرم و اون نظرات رو قطعا منعکس میکنم. محمد از کاربرانی بوده که بهمون پاسخ داده در چت برنامه، میگه به علت اینکه آمریکا کشور بزرگی و اقتصاد و امنیت دنیا و سرنوشت
حکومت‌ها و امنیت خاورمیانه بسیار به آمریکا بستگی داره. شهریار هم از کاربرانیه که در چت برامون نظر داده، میگه برای من به عنوان یک ایرانی که سرنوشت سیاسی و اقتصادی کشورم برام مهمه، بسیار مهمه که رئیس جمهور آینده آمریکا کی باشه، چون سیاست‌گذاری‌های آمریکا به عنوان قدرت اول اقتصادی و سیاسی دنیا در آینده سیاسی و اقتصادی من هم موثره. پس قطعاً به این موضوع واکنش نشون میدم، چون خانم کلینتون سیاستاش به نظرم متعادل‌تر هستش، بنابراین دوست دارم که ایشون برنده بشه. شما چی؟ چرا براتون انتخابات آمریکا اهمیت داره؟ 202-382-7205 منتظر نظراتتون هستیم. مسعود علی از ترکیه با اسکایپ اگر روی خط ارتباطتون برقراره بفرمایید. علی صدای منو میشنوین؟ سلام. علی صدای منو میشنوین؟ علی از ترکیه. متاسفانه ارتباطتون برقرار نیست. کامران از ایران با اسکایپ روی خطیم. کامران بفرمایید. کامران از ایران با اسکایپ. بفرمایید. سلام بر شما. حالتون چطوره؟ خوب است آقای سفیری؟ ممنونم، بفرمایید. من می‌خواستم برنامه‌تون شرکت کنم، نظرم اظهار کنم، اجازه میدید؟ بله بفرمایید. من یه مطلبی می‌خوام عرض کنم. اول اینکه آقای سفیری شما یه شبکه بزرگی هستی، شما شبکه تأثیرگذارید در افکار عمومی. ما انتظاری که از شما داریم اینه که شما تو برخی از مسائل با تعصب برخورد نکنید، یه مقدار از خودتون دفاع کنید. قبول دارید اینو؟ شما نظرتون رو بفرمایید، چون کلی صحبت میکنید من نمیتونم در کلیات نظری بدم. آره، من اینا میخوام قبل اینکه انتخابات بگم، میگم شما یه شبکه بزرگ هستید، تاثیرگذارید. بله، صدای آمریکا، صدای دولت آمریکاست، بفرمایید. کامران بفرمایید. متاسفانه ارتباط کامران با ما قطع شده. خانم پروین از ترکیه با اسکایپ روی خطین. خانم بفرمایید. پروین از ترکیه. سلام آقای سفیری و خانم ایران دوست گرامی. البته خیال نداشتم امشب شرکت کنم، ولی دیدم چون آقای سالار و همه شرکت میکنم، گفتم منم بیام نظرم. البته من در امریکایی نیستم، در امریکا نیستم، امریکا اومدم، فرزندم الان در امریکا هستش، خانوادم همینجور. ولی من اگر میتونستم رأی بدم هیچ کدوم انتخاب نمی کردم، برای اینکه واقعا احساس میکنم که هیچ کدوم شایستگی ریاست جمهوری یک چنین کشور بزرگی رو واقعا ندارن. این یک. ضمن اینکه آقای روحانی فرمودن بین بد و بدتر، خب این همونیست که 37 سال ما تو مملکتمون دارن اجرا میکنن. من البته به هیچ کدوم هیچ وقت رأی ندادم، شناسنامه پاکه. یه بار به آقای خاتمی دادم و دیگه بعدش هم هیچی. من حاضر نیستم که شخصیت خودم و رأی خودم و به خودم بی احترامی کنم، بین بد و بدتر کسی رو انتخاب بکنم. البته که در سرنوشت ما مخصوصا ایرانیان مؤثره. متاسفانه حزب دموکرات هیچ وقت با مردم ایران نبوده. یک عذرخواهی هم حزب دموکرات در مورد سال 57 به ایرانیا بدهکاره. خلاصه کلامم این بود. ممنونم خانم از اینکه، سپاسگزارم از اینکه اومدین روی خط. حمید از آمریکا روی خطین، بفرمایید. سلام عرض کردم آقای سفیری. سلام بر شما. من پیش از که بحث خودم رو شروع بکنم بگم دموکرات ها هیچ چیزی به کسی بدهکار نیستن، اپالوجی به هیچ کس بدهکار نیستن. این خانم الان میگه که حزب دموکرات باید معذرت خواهی بکنه. من نمیدونم مگه قرار حزب دموکرات بیاد برای ما گاورمنت عوض بکنه؟ دکترین کارتر هیومن رایت بود خانم. و آقای حمید اجازه بدین که اجازه بدین صحبت‌های همدیگر رو نقد نکنیم، نظر خودتون رو بفرمایید، خواهش می‌کنم. من اینی که بنده ایرانی آمریکایی هستم و if you don't vote you don't count. اگه می‌خوای مسئله سیاست آمریکا
پیوت چرخش پیدا بکنه به نفع ایران، ایرانی ها باید بیان بیرون رأی بدن و از سیویک دیوتی و این رأی دادن جزء الزاماته از نظر قانونی نمیگم ها، میتونین شما رأی ندین ولی اگه میخواین حرف بزنین باید بیاین و به حساب بیاین. به هر حال این نظر خودمه. نظر بعدی اینه که هیلاری کلینتون امیدوارم برنده بشه و من همواره تو این برنامه های تلویزیونی عرض کردم که اون موقع البته تد کروز و دونالد ترامپ بودن، من جفت اینا رو کوتولوهای سیاسی ارزیابی کردم چون در مسائل بین الملل هیچ کدومشون واقعا دیدون اداب کلیماشون ادعاهاشون. ممنونم که اومدین روی خط. روزیتا، یکی از کاربران توییتری به نام ایلیا معتقده که این که اطلاعات درباره انتخابات آمریکا در اختیار مردم آمریکاست و همینطور در دنیا بسیار اهمیت داره، اشاره کرده به برگزاری روز انتخابات که میگه در روز تعطیل برگزار نمیشه، اول هفته هست، ملت هم قبلش میتونن ثبت نام بکنن، شاید نشه گفت بی‌نقص‌ترین ولی یکی از بی‌نقص‌ترین انتخاب هستش و شرکت در اون واجب. محمد رضا از کاربرانیه که نظر داده درباره اقلیت‌ها و اهمیت شرکت اقلیت‌ها در انتخابات. میگه به نظر من ما ایرانی‌ها با درک صحیح از شرایط موجود در آمریکا و اشتراک نظر با سایر هموطنان به سادگی میتونیم در آینده مشترکمون شریک خوبی با هم باشیم و اما دیگر افراد همچون لاتین تبارها و غیره همگی به دلیل اینکه جمعیت بیشتری دارن قطعا میتونن تأثیر خیلی بسزایی در انتخابات داشته باشن، چون اگر به کاندیدای خودشون رأی بدن شاید اون رأی ها تغییر کنه به سمت اون کاندیدای اونها. فاضل یکی از کاربران دیگه میگه یکی از مهمترین دلایلی که رأی اقلیت ها از اهمیت بالایی برخورداره اینه که به دلیل موقعیتی که دارن و شاید در بعضی از مواقع متزلزل هست موقعیتشون، سعی میکنن با شرکت گستردهشون در انتخابات نشون بدن که این مسئله براشون اهمیت خیلی بالایی داره. مسعود علی از کرج با اسکایپ روی خطین. علی بفرمین. سلام، خسته نباشید. سلام بر شما، بفرمین. بله، خدمتتون عرض کنم که به نظر من اهمیت انتخابات آمریکا برای مردم ایران از این جهتی که مردم اون رو با انتخابات خودشون شبیه سازی میکنن، یعنی در حقیقت مقایسه میکنن. بالاخره انتخابات آمریکا به اسم دموکراسی و آزادی و اینها است، انتخابات ایران هم همینجوریه و این دو تا رو با هم مقایسه میکنن. حالا من نمیخوام نتیجه گیری کنم که حالا این برداشتشون چی بوده، یعنی با دیدن اینها و مقایسه اینها به چه نتیجه رسیدن، ولی قطعا یکیش اینه. مسئله دوم اینه که خب تو سرنوشت کشورها، انتخابات سرنوشت کشورها قطعا تاثیر داره، ولی رابطه ایران و آمریکا جوریه که این تاثیر خیلی بیشتره، هم انتخابات ایران تو آمریکا تاثیر داره هم اونجا در ایران. اما نکته مهم اینه که این دموکراسی که تو آمریکا هستش متاسفانه خب الان ما می‌بینیم به بی اخلاقی کشیده شده. این چیزیه که تو ایران حداقل تا این حد اصلا قابل قبول نیست و مردم قبول نمی‌کنن و اگر واقعا کسی همچین کاری انجام بده قطعا رأی نمی‌گیره. این اصلا چیزیه که مشخصه تو ایران. اما خب این بی اخلاقی ها متاسفانه خب به اینجا کشیده شده و به نظر من حد چیزی که تو شبکه آمریکا ما میبینیم بعضی موقع این بی اخلاقی ها پیش میاد. مثلا این اتفاق اخیر رو من اسم نمیبرم ولی خب بله. اینم نظر علی بود از کرج. آرش از کالیفرنیا روی خط هستیم، بفرمایید. آرش از کالیفرنیا. بله، وقتتون بخیر. وقت بخیر. نظر من اینه که حالا جدا از منافع شخصی که بالاخره ما ایرانی ها در داخل آمریکا داریم، متوجه به کاندیدایی که به انتخابات ریاست جمهوری برسه، این هستش که متاسفانه چیزی که واقعیت ما باید توجه داشته باشیم اینه که در سالهای اخیر به نظر بنده ابهت آمریکا به مقدار زیادی افت کرده و هر کسی در هر جایی به خودش اجازه میده که شاخشونه بکشه و موضوع این هستش که دنیای امروز نیاز داره به یک ژاندارم که بتونه نظم رو برقرار بکنه و با توجه به همه نقاط مثبت و منفی که هر دو کاندیدا دارن، به نظر شخصی بنده آقای ترامپ
میتونه با قدرت بیشتری اون ابهت از دست رفته آمریکا رو برگردونه و اون نظمی که در حال حاضر دچار اختلال شده رو دوباره به جهان برگردونه. متشکرم. ممنونم. مجید از کالیفرنیا روی خطین، بفرمایید. مجید بفرمایید. ممنونم. اولا در رابطه با مسئله انتخابات، میدونیم که ما همه میدونیم در رابطه با انتخابات ریاست جمهوری در دنیا جنگ تبلیغاتی هم وجود داره بین کاندیداها. حالا اینکه آمریکا بیشتر مورد توجه دنیا قرار گرفته که مسائلی که برای خانم کلینتون به وجود آمده یا آقای ترامپ، اون یه چیزی روزمره که در تمام دنیا هم چیزی رسم وجود داشته. منتها مهم اینه که چرا آقای ترامپ برای انتخابات که بعد از انتخابات به رأی مردم احترام نمیگذاره و رأی رو قبول نمیکنه، اون خود جای سواله که چرا آقای ترامپ تا کنون تاییدیه انتخابات رو چیز نکرد، یعنی قبول نکرده. و اما در رابطه با مسئله این که آمریکا خب یک کشوری رهبری انتخاب یک رئیس جمهور با قدرت برای ایجاد نظم و امنیت و سیاست های خارجی در رابطه با دخالت هایی که بین کشورهای حالا اروپا، خاورمیانه یا کشورهای آفریقا به وجود میاد، حضور آمریکا برای امنیت، برای صلح، برای دوستی نقش بسیار مهمی داره، خصوصا نقش رهبری آمریکا در سازمان ملل و ایجاد دوستی و تفاهم که بین کشورها به وجود میاد. اما دخالت آمریکا در رابطه با مسئله ایران تا کنون که چه دموکرات‌ها چه جمهوری‌خواه‌ها به صورت کژدار مریض بودن و هیچ وقت رؤسای آمریکا از مردم ایران حمایت نکرد اونطوری که باید شاید، ولی دخالت هم به اون صورت نکردن. منتها چقدر خوب بود که همونطوری که آمریکا و حتی مسئولین آمریکا تایید کردن که ما اشتباه کردیم در رابطه با مسئله ایران، چقدر خوب بود این اشتباهی که 37 سال مردم ایران گرفتار این آخوندها شدن، یه بارم که رئیس جمهور آمریکا بیاد از مردم ایران. ممنونم مجید از اینکه اومدین روی خط. ممنونم. بیننده برنامه روی خط بخش فارسی صدای آمریکا هستین. چند دقیقه بیشتر تا پایان برنامه نمونده، میتونین هنوز در برنامه شرکت کنید، همراه ما باشید. پوشش مستقیم انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده از صدای آمریکا، عصر سه‌شنبه 8 نوامبر به وقت واشنگتن، بامداد چهارشنبه 19 آبان ماه به وقت تهران. فرارو، برنامه‌ای درباره تکنولوژی، اقتصاد و مدیریت. دوشنبه تا پنج شنبه 20:30 به وقت ایران، 12 ظهر به وقت واشنگتن. رحیم از کاربران اینستاگرام میگه آمریکا نقش سرکردگی اقتصاد جهانی رو داره. هر گونه تغییر و تحول سیاسی در آمریکا تأثیر مستقیم بر اوضاع جهانی داره و سمت و سوی تحولات سیاسی تا حدود زیادی متأثر از انتخابات آمریکاست. علیرضا هم میگه برای من خیلی مهمه، چون آمریکا تنها کشوریه که در مقابل بسیاری از بی‌عدالتی‌ها ایستاده. اشاره کرده به کشورهایی که دیکتاتوری دارن و همینطور تروریسم، نقض حقوق بشر در حکومت‌های دیکتاتوری. میگه توانایی ایستادگی در مقابل اونها رو داره. یکی دیگه از کاربران هم اشاره کرده به برخوردهایی که حالا دولت ایران داشته و رابطه بین ایران و آمریکا. میگه آخرین روزهای حضور یکی از خوشنامترین رؤسای جمهوری آمریکا در کاخ سفید در حالی به پایان میرسه که ایران از این فرصت مناسب برای حل اختلافات قدیمی و عمیق خودش با قدرتمندترین کشور دنیا نتونست استفاده درست بکنه.
و میگه پرزیدنت اوباما اولین رئیس جمهور سیاه پوست آمریکا بود که نه جنگ تازه‌ای راه انداخت، نه کسی رو محور شرارت خوند و نه به خواست اصلی ترین متحدانش برجام رو امضا نکرد. بنابراین خیلی نقاط مثبت داشته و از افرادیه که طرفدار دموکرات ها هستش و امیدواره که با انتخاب صحیح بتونن نقش بسزایی داشته باشن در آینده جهان. پیامی هم داریم که از طریق پیامگیر دریافت کردیم، با هم گوش میکنیم. من بگم انتخابات آمریکا از این لحاظ اهمیت داره که با یه تصمیم کوچیکی که تو زمین اقتصاد میگیرم باید ما یه پراید 6-7 میلیونی الان تو ایران 22 میلیون پولشو بدیم بخریم. اون دوست عزیزمون که میاد اون حرفا رو میزنه باید به این مطالب دقت نظر داشته باشه که واقعا تصمیم قدرت اول اقتصادی دنیا علاوه بر کشور خودشون کشورهای مختلف به ویژه تو خاورمیانه فوق‌العاده موثره و این انتخابات فوق‌العاده میتونه تو آینده مردم به ویژه مردم خاورمیانه اثرگذار باشه. شاهین از کرج با اسکایپ روی خطین، بفرمایید. شاهین بفرمایید. سلام. سلام. آیه صفی، من می‌خواستم همین اول بگم که حالا پدر من که در آمریکاست نظرشون اینه که باید به خانم کلینتون رأی داد. همین اول من بگم به خاطر اینکه بین بد و بدتر ایشون میگن خانم کلینتون خیلی بهتره تو این توی موضوعهای مختلفی که توی مناظرات گرفت. اما یکی از دلایل اهمیت موضوع انتخابات آمریکا در ایران شاید بگیم همین گروه‌های اجتماعی باشه که وجود دارن در بین مردم. مثلا ما توی گروه‌های اجتماعی مختلف موضوعات مختلفی مطرح میشد، از جمله همین انتخابات آمریکا، اینکه این توی این مناظره چی گفتن، توی مناظره بعد چی گفتن، چه حرفهایی زده شده، موضعشون نسبت به ایران، نسبت به مسائل مختلف. و این گروه‌های اجتماعی، حالا یه روز بحث انتخابات آمریکاست، متاسفانه یه روز دیگه در مورد یک افشاگری در مورد یه قاری. ممنونم که اومدین روی خط. بله، تاثیرش بر گروه‌های اجتماعی هم میتونه یکی از اهمیتاش باشه. داوود از تهران با اسکایپ روی خطین. داوود بفرمایید. الو، بفرمایید. سلام آقای سفیری. سلام بر شما آقای سفیری. من یه سوالی واقعا برام پیش اومد تو این برنامه که خواهش میکنم. بعد بپرسین. ما توضیحمون رو دادیم، هیچ توضیحی هم وجود نداره. کیوان از ایران روی خطین، بفرمایید. کیوان از ایران با اسکایپ روی خطین، بفرمایید. سلام علیکم، خسته نباشین. ضمن عرض خسته نباشین به شما و خانم ایران دوست. عرض به خدمتتون، علت اهمیت انتخابات آمریکا قدرت جهانی این کشور. خانه‌ها مرکز ثقل دنیا رو به نوعی تغییر میده. اندکی تغییر در هر تصمیم تو سنای آمریکا جهان را تحت تاثیر قرار میده و من خودم به شخصه به طور مجازی به خانم کلینتون رأی میدم به دلیل پایبندی بیشتر ایشون به خیشتنداری و حفظ و حرمت. بعد میخواستم در جواب اونایی که میگن رأی الکترال بده، عرض میکنم که رأی الکترال واقعا همون پیشرفتی که یک کشور متمدن میتونه داشته باشه. اگر اینجور نبود، آقای احمدی نژاد با رأی روستاییان ایران که اونا هم سرور ما هستن اما مشکلات مردم تهران رو ندارن. باید به مردم مثلا مردم تهران یه ضریبی داده بشه، همینجوری که مثلا ایالت‌های خاصی در آمریکا به هر حال از یه ضریب بالاتر یا کمتری برخوردارن. این سطح مشقات اون مردم، سطح سواد اون مردم، مشکلات کیوان. ممنونم که اومدین روی خط. لقمان از آمریکا روی خط هستیم، بفرمایید. فرصتمون هم خیلی کمه. بله، خسته نباشید. وقتتون بخیر. وقت بخیر. من میخواستم خدمت اون بینندگان عزیز که زنگ زدن عرض کنم، گفتن در آمریکا که دموکراسی نیست و رأی ندین. من خودم در ایران زمان رفسنجانی سرباز بودم. در پاسگاه ما 20 نفر بودیم، رفتن رأی دادن 60 نفر رأی دادن. حالا دموکراسی اونجا هست یا اینجا؟ فقط میخوام اونا به این سوال منو جواب بدن.
و اعتراض دارم، باور ندارم به الکترونیک رای. ممنونم از اینکه اومدی روی خط. فرصتمون رو به پایان. پرویز از کالیفرنیا، پرویز روی خطیم. الو جناب، عذرخواهی میکنم، پرویز از کانادا روی خطیم، بفرمایید. سلام جناب سفیری. سلام بر شما. خسته نباشید، بهتون میگم خب همه حرفاشون رو زدن، ولی در اصل اگه بخواید حساب بکنید، مسئله ریاست جمهوری امریکا نیست. دو تا مجلسی که دارن، پارلمان هستن که کار میکنن، هم جمهوری خواه و دموکرات ها. در اصل همون جمهوری خواه به نظر من اگه بیان الان بهتره، بعد از دو دوره دموکرات ها به نظر من بهتره. حالا دیگه نمیدونم نظر بقیه چیه. ممنونم. سعید از ایران با اسکایپ روی خطین، بفرمایید. سلام میکنم به شما. البته ببینید یه بحثی ها، حالا چون فرصت نیست من یه مقدار این صحبت قبلی که این بیننده کردن، گفتن که بحث رأی روستایی ها اینا رو آوردن، به نظرم یک توهین بود و بهتره میگم روستایی بودن توهینه. نه بس روستایی نه، میگفت یه ضریبی به تهران داده بشه اینا. به نظرم یه مقدار حرف این بود که بالاخره رئیس جمهور نظر خودتون رو بفرمایید. من تقریبا 30 ثانیه فرصت دارم، بفرمایید. من 30 ثانیه بگم تأثیر انتخابات آمریکا بر ایران اینه که خانم کلینتون با یک چهره بزک کرده و به قول معروف با یک سیستم نرم میاد علیه ما کار میکنه، آقای ترامپ نه رو کار میکنه. یعنی در هر دو صورت این دوتا هیچ آبی برای ایران گرم نخواهد. ممنونم. فرصت اگر... اون به پایان رسید. اجازه بدیم من از همه بینندگان عذرخواهی بکنم اگر ارتباطشون هم برقرار نشد، به ویژه از خانم ترکمان از نیویورک که پشت خط موندن، عذرخواهی و تشکر میکنم. اما خبرهای پربیننده در شبکه‌های اجتماعی. یکی از عکس‌هایی که در فضای مجازی پر مخاطب بوده، غرفه معماری نیوز بوده، غرفه خالی. مرتضی از کاربرانی بوده که این عکس رو به اشتراک گذاشته و همینو نوشته، غرفه معماری نیوز امروز. شاهین هم تصویری رو به اشتراک گذاشته و نوشته، نمایشگاه مطبوعات، غرفه معماری نیوز. این عکس همونطوری که گفتم یکی از پر مخاطب‌های شبکه‌های مجازی بوده. عبدالکریم حسین‌زاده از نمایندگان مجلس هم در توییتر دو عکس به اشتراک گذاشته و نوشته، به همراه دکتر وکیلی و دکتر پارسایی از اعضای فراکسیون امید مجلس امروز به بازدید غرفه سایت معماری نیوز در نمایشگاه مطبوعات رفتم. مشتبه توییت کرده، در اولین روز تقریبا همه غرفه‌ها برای نمایشگاه مطبوعات آماده شدن جز یک غرفه، غرفه معماری نیوز، که همچنان خالی بود. امیر هم توییت کرده، من از دادسرای فرهنگ و رسانه میپرسم، گیریم که یاشار سلطانی پرونده داشته باشه، چرا باید از حقوق اجتماعیش در داشتن غرفه در نمایشگاه محروم باشه؟ مسئول. بله، فردا یعنی اولین سه‌شنبه ماه نوامبر انتخابات ریاست جمهوری، انتخابات سراسری در آمریکا برگزار خواهد شد. چگونه برگزار میشه؟ چگونه منافع کسانی که در واقع نامزد مورد نظرشون رأی نمیاره محفوظ میشه و حفظ میشه؟ اگر تمایل دارین در برنامه روی خط شرکت کنین، برای فردا پیامگیر رو فراموش نکنین. 202-382-7205 خبرها رو از وبسایت صدای آمریکا و اخبار رو همینطور در بخش خبر دنبال کنین. ما فردا پوشش خبری ویژه داریم در مورد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا. همراه صدای آمریکا باشین تا فردا. شب و روز بر شما خوش. روز شبتون خوش.
صدای آمریکاست.